سومین روز اردیبهشت ماه برابر با 23 آپریل روز بزرگ داشت شیخ بهایی. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری که به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی یونسکو سال 2009 را به نام او سال نجوم و شیخ بهایی نامگذاری کرد. اشعار او عمدتاً شامل مثنویات، غزلیات و رباعیات است. وی در غزل به شیوه فخرالدین عراقی و حافظ، در رباعی با نظر به ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و در مثنوی به شیوه مولوی شعر می سرود که نقطه مشترک در همه این اشعار میل شدید او به زهد و تصوف و عرفان بود. از نثر فارسی او تنها رساله گربه و موش بر جای مانده. سال 995 خورشیدی برابر با 1616 میلادی در گذشت ویلیام شکسپیر، ادیب بزرگ و نویسنده شهیر انگلیسی. ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی معروف به سخنسرای آن که گروهی نه تنها وی را بزرگترین نویسنده زبان انگلیسی که بزرگترین نمایشنامه‌نویس تاریخ به شمار آوردند. در آن استراتفورد انگلیس دیده به جهان گشود. وی در جوانی به علت تهی‌دستی به لندن رفت و در ابتدا به نگهبانی اسب‌ها مشغول شد، ولی به دلیل علاقه شدیدش به نمایش به این هنر روی آورد و سرانجام در کار بازیگری شهرتی به هم زد. او بعدها با اقتباس از نمایشنامه‌های باستانی و نمایش تئاترهای مضحک افکار عمومی را متوجه خیش کرد و موفقیت و ثروت زیادی کسب نمود. نمایش‌های ابتدایی شکسپیر شامل هنری چهارم، تیتوس اندرونیکوس، رؤیای نیمه شب تابستان، بازرگان ونیزی و ریچارد دوم هستند و بعضی از تراژدی‌های مشهورش نیز عبارتند از هملت، اوتلو، شاهلیر و مکبس. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی کشته شدن سپهبد قرنی، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی. تیمسار سپهبد سید محمد ولی قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی که پس از وقایع 28 مرداد به ریاست رکن دوم ارتش منصوب شده بود، کمتر از یک سال بعد در پی کشف طرح کودتایی دستگیر و پس از محاکمه با وجود جرایم سنگینی که به وی نسبت داده شد و علارغم اظهارات دادستان ارتش، سپهبد آزموده که اقدام او را خطرناکتر از توطئه سازمان نظامی حزب توده توصیف کرده بود، تنها به 3 سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد که آن هم پس از چندی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، سپهبد قرنی به سمت نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران و عضویت در شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. از وی همواره به عنوان نخستین فردی که پس از انقلاب 57 ترور شده نام برده می شود.